درود بر همیهنان عزیز و همراهان همیشگی کانال آوای ایران. در بسته خبری امشب با دو موضوع مهم در خدمتتون هستیم. اول درباره اتفاق بی سابقه در ایران حرف میزنیم. نام محرمانه برچیده شدن بساط عزاداری های محرم به دستور علی خامنه ای و گزارش مرکز آمار ایران از افزایش قیمت وحشتناک اقلام خوراکی و بلایی که آخوندها بر سر ملت ایران آوردند. پس با ما همراه باشید. لطفاً پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. با سپاس از همراهی شما. دستور خامنه ای برای برچیده شدن مجالس عزاداری محرم، مداح آذری زبان که خامنه ای را جلاد خواند بازداشت شد. در روزهای اخیر همزمان با برپایی مجالس عزاداری برای امام سوم شیعیان، شاهد موجی از مدعی‌ها و سخنرانی‌ها بر علیه علی خامنه‌ای و حکومتش هستیم. به نظر می‌رسد این مجالس به زنگ خطری جدی برای رژیم حاکم بر تهران تبدیل شده و بر طبق اخبار منتشره از سوی منابع غیر رسمی، بیت علی خامنه‌ای در نامه‌ای محرمانه خواهان مدیریت بر این مجالس و کنترل شدید بر آنها شده و در مواردی دستگیری مداحان و سخنرانان گزارش شده که در حال حاضر قادر به تایید این اخبار نیستیم. در روزهای گذشته ویدیوهایی از مداحی‌های ضد حکومتی منتشر شده که بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته و موجب خشم نیروهای حکومتی به ویژه علی خامنه ای شده. به نظر میرسه مجالس ماه محرم امسال کابوس خامنه ای شد. این نوحه‌ایه که در یکی از مجالس عزاداری در بوشهر خوانده شده که اکنون مداحی که این نوحه رو خونده در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبره. ملک ایران شده ویران، جوانان وطن در حبس و زندان، سران مملکت به اختلاسند، سیه رویان همگی شرمتان باد. خدایا نظری به حال ما کن، درون سینه ها شوری بپا کن که برکنیم ز جا ریشه ظلمت. مداحی دیگه در تبریز در یک مداحی بی سابقه میگه مملکتی که نامش اسلامیه باید عدالت اصل بنیادی اون باشه، نه اینکه یه جلاد رو به ریاست آموزش بگذاریم. همچنین یک روحانی دیگه در سخنرانی بی سابقه بر مصادیق حکومت تهران اشاره کرده. سلام هایی که دعوت به بیداری مردم برابر ظلم حاکمان به ظاهر اسلامی است. این ویدیو نشان از تحول بنیادین در مراسم مذهبی است که روزگاری سران جمهوری اسلامی اون رو مایه اقتدار خودشون می دونستند. سلام بر او که به جرم شکستن وحدت مسلمین تعقیب شد. سلام بر او که برای حفظ اسلام به قتلش رساندند. سلام بر او که زورمندان و زرداران و مقدس نمایان به قتلش متحد شدند. یکی دستور داد و دیگری اسباب و آن یکی فتوا. سلام بر او که صاحبان شکمهای ورم کرده از بیت المال پیراهنش را ربودند و حرمش را غارت کردند. سلام بر او که ویژه خوران و آقازادگان اسب بر او دواندند. سلام بر او که کفار و بت پرستان در قتلش بی گناه بودند. سلام بر مقتول پیشانی های پینه بسته و زبان های روزه‌دار. سلام بر او که به شکرانه قتلش
نامش مسجدها ساختند و قربانیها نمودند. سلام بر او که تمام احزاب بر قتلش متحد شدند. سلام بر او که ساکتان و محافظه‌کاران در خونش شریک گشتند. سلام بر حسین ابن علی ابن ابی طالب، اولین قیام کننده بر حکومت‌های مذهبی نامشروع. سلام بر او که اذهان ابناء بشر را علیه هرچه استبداد است مشوش ساخته است. سلام بر حسین. سلام بر او که تمامی احزابی که با یکدیگر دشمن بودند به دشمنی با او متحد شدند. سلام بر او که برای حلال شمردن خونش مفسران به کتاب خدا استناد کردند. سلام بر او که بر منبر جدش تکه دادند و فتوای قتلش را خواندند. سلام بر آقایی که وحوش بیابان سیرا بودند و با لب تشنه جان داد. پیش از این هم در شبهای ابتدایی ماه محرم و آغاز عزاداری‌های آیینی در ایران، یک روحانی سرشناس از مردم برای مقابله با سلطان جائر دعوت کرده بود. در پی هفته‌ها هجوم و یورش به زنان و دختران در سطح شهرها و روستاها و خشونت عریان ماموران گشت ارشاد اسلامی و آتش به اختیاران نظام برای مقابله با خواست زنان در مخالفت با حجاب اجباری، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با ائمه جمعه تلاش زنان رو تکراری و ناکام توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی مسئله زن در جامعه اسلامی رو از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح با ادعای گزاف حمایت از زن ایرانی خواند و افزود که اخیراً هم بار دیگه به بهانه حجاب همون تلاش‌های ناکام در حال تکراره. خامنه‌ای با اشاره به پرسشی که پیشتر در یک جلسه مبنی بر دفاعش در مقابل غرب در موضوع زن از او شده شرح داد: من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کردند باید دفاع کنند و پاسخ دهند. بعد از این سخنان بود که یک روحانی شناخته شده از مردم خواست برای دادخواهی از ظلمی که به زنان روا داشته شده برخیزند. آیت الله سروش محلاتی در سخنانی به مناسبت استقبال از ماه محرم از مردم خواست سلطان جائر زمانه خودشون رو بشناسن و برای مقابله با اون قیام کنند. خلاصه ای از سخنان آیت الله سروش محلاتی به این شرحه: مسئله اصلی عاشورا مواجهه با سلطان جائر. بزرگترین مسئله از نگاه امام حسین سلطان جائر است. در حالی که ما می‌بینیم برخی می‌خواهند مسائل دیگر مانند مسائل عرفانی، اخلاقی یا اجتماعی را در نهضت حسینی برجسته کنند، در حالی که اصل مسئله به صراحت توسط امام بیان شده و اون مسئله سلطان جائر و بقیه نگاه‌ها در درجه دوم و اهمیت. امام با صراحت به معاویه می‌نویسه: اولین جرم تو اینه که افراد رو به صرف زن و اتهام دستگیر و مجازات میکنی. دوم این که انسانهای بیگناه رو به صرف متهم بودن به قتل میرسانی. سوم افرادی رو بدون گناه تبعید کردی و چهارم بیعت گرفتن به زور برای فرزندت و موروثی کردن حکومت. بنابراین حضرت در اینجا به قاصب بودن و فاسق بودن معاویه اشاره نمی کنه و اونها رو در درجه پایین تر نسبت به ظلم به مردم میدونه و ظلم به مردم رو در درجه بالاتر اهمیت نسبت به ظلم به خدا و قصب حق امام میدونه. برخی میگویند ولایت بر عدالت تقدم داره. اصل ایجاد این تقابل البته عجیبه که چرا باید ولایت با ظلم کنار هم باشه، در حالی که به بیان حضرت امیر ولایت برای عدالت و اگر عدالتی نباشه ولایت با غیر ولایت چه فرقی داره. با توجه به این موارد از نگاه امام حسین در حکومت رفتار با مردم و عدالت سیاسی و اقتصادی اهمیت اساسی داره، نه اینکه چه کسی حاکمه و اگه حاکم جائر باشه ایستادگی مقابل او ضرورت داره. روایت رسمی از گرانی مواد غذایی، بلایی که آخوندها بر سر ایران آوردند. مرکز آمار ایران میگوید قیمت برخی اقلام خوراکی در مقایسه با یک سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته. آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره قیمت کالاهای خوراکی منتخب مناطق شهری بیانگر تورم بزرگتر از 50% و 64% 53 کالای منتخبه. بر پایه این گزارش روغن مایع و جامد با 327%
درصد و 2858 درصد صدر نشین افزایش قیمت در مقایسه با تیر 1400. برنج ایرانی 1884، سیب زمینی 1735، ماکارونی 166، سس مایونز 1409، پنیر 1379 و ماست پاستوریزه 1343 درصد از دیگر مواد غذایی هستند که افزایش قیمت بزرگتر از دو برابر داشتند. افزایش قیمت برنج، لبنیات، روغن و ماکارونی که از کالاهای اساسی و پرمصرف به شمار میرند، متأثر از سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت هاست. دولت جمهوری اسلامی اردیبهشت امسال به صورت رسمی قیمت چند قلم کالای خوراکی را آزاد و تخصیص ارز برای واردات نهادهای دامی را به صورت کامل متوقف کرده. شیر و دوغ از دیگر محصولات لبنی هستند که رشد قیمتی در محدوده دو برابر داشتند. قیمت گوشت مرغ هم که بالاترین افزایش ماهانه را تجربه کرده، به نسبت تیر 1400 1037 درصد و قیمت تخم مرغ 1026 درصد افزایش یافته. بر اساس این گزارش، در گروه غلات که متأثر از جنگ در اوکراین قیمت جهانی این گروه از کالاها افزایش یافته، قیمت برنج ایرانی درجه 1 107 درصد، برنج خارجی 6.5 درصد و رشته آش 52 درصد در مقایسه با ماه قبل یعنی خرداد افزایش یافته. در گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های اون، مرغ با 26.2 درصد بالاترین افزایش قیمت ماهانه رو داشته. قیمت کنسرو ماهی 3.2 درصد و گوشت قرمز 2.3 درصد در یک ماه افزایش یافت. افزایش سالانه قیمت گوشت قرمز 53.1 درصد گزارش شده. در گروه سبزیجات هم بیشترین افزایش قیمت برای هویج با 21.6 درصد گزارش شده. همچنین قیمت تمام محصولات لبنی در مقایسه با خرداد امسال 14-19 درصد افزایش یافته. مرکز آمار ایران پیشتر نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی در تیر امسال رو 86 درصد اعلام کرده بود. نرخ تورم نقطه‌ای میزان افزایش میانگین قیمت کالاهای منتخب رو در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشون میده. بر پایه آمارهای مرکز آمار، تیر امسال نرخ تورم مواد غذایی در 12 استان نزدیک به 100 درصد بود. روند فزاینده نرخ تورم در 3 سال اخیر که در 4 ماهه نخست امسال شتابان‌تر شد، دسترسی به مواد غذایی رو برای کسر بزرگی از جمعیت ایران دشوارتر از قبل کرده. بنابر اعلام منابع دولتی، حداقل 1/3 جمعیتی ایران درآمد کمتری از خط فقر دارند و سرانه مواد غذایی نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری یافته. مسئول دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت سال 1400 پیش از اینکه دولت ارز ترجیحی را حذف کنه، نسبت به شیوع سوء تغذیه در چند استان هشدار داده بود. چندی قبل نیز وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد برنامه‌ای برای تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محروم و حاشیه نشین طراحی کرده که قراره 3-5 میلیون دانش آموز رو پوشش بده. از همراهی و پشتیبانیتون سپاسگزارم. شب خوبی رو داشته باشید.